رو دارم، نام دارم، فامیل دارم. قندم اگر تو از خود عزت می داشتی، آبرو می داشتی، فامیل می داشتی، هیچ وقت. سنا فیصل، کسی که با داشتن جذابیت منحصر به فرد و تشکیل یک زوج رویایی با فیصل در سوشل میدیا با عنوان جوره نمونه شناخته می شد، حالا با بدترین شرایط ممکن روبرو شده است. از دست دادن عزت و آبرو و از آن مهمتر از ترک نامزد یکی یک دانش که دنیا را به پایش ریخته بود، زندگی را برایش تاریک ساخته است. اما حقیقت پخش ویدیوی غیر اخلاقی سنا فیصل چیست؟ چرا سنا فیصل خیانت کرد؟ آیا فیصل سنا را طلاق می دهد؟ درباره زندگی قبلی او که همزمان چندین دوست پسر داشت آگاهی دارید؟ می دانستید فامیل سنا به خاطر آبروریزی های متوالی وی مجبور شدند از پاکستان به کابل فرار کنند؟ پس برای دانستن حقایق و موضوعات عجیب و غریب درباره زندگی سنا فیصل که انسان را حیران و مبهوت می کند، در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از آن برای تماشای جذابترین ویدیوها چینل ما را سابسکرایب کرده و ویدیو را لایک نمایید. سلام دوباره همراهان عزیز چینل تاپ سیکرت، با یک ویدیوی جذاب دیگر خوش آمدید. سنا فیصل مدل و تیک تاکر افغان، بانوی نوجوانی است که توانسته در مدت بسیار کم هواداران زیادی در سوشل میدیا از جمله اینستاگرام و تیک تاک جذب نماید. او نامزد فیصل، پسر فوق میلیونر افغان می باشد که فعلا در امریکا زندگی می کند. ویدیو و عکس های عاشقانه آنها همیشه در دنیای مجازی می چرخید و به عنوان جوره نمونه همه از آنها یاد می کردند. اما متاسفانه چند روزی هست که ویدیوهای غیر اخلاقی سنا فیصل با یک مرد دیگر دست به دست می شود که نشان دهنده خیانت سنا به نامزدش است. پخش این ویدیو همه مردم را تکان داده است و سنا فیصل دو روز است که چشمش از گریه خالی نیست. او در آخرین پست فیسبوکش درباره این فیلم نوشته است که علاقمندان و دوستان و هموطنان عزیزم، لطفاً با چیزهای بی خود وقتتان را ضایع نسازید. هیچ قدرت من و فیصل جان را از هم جدا کردن نمی تواند، پس لطفاً دست بکشید. اما قرار معلومات فیصل سنا را طلاق دادنی است و حتی حاضر نیست که یک ثانیه با وی زندگی کند. درباره ویدیوی پخش شده معلومات دقیق در دسترس نیست. اما طبق گفته های تایید نشده، این شخص دوست پسر سنا فیصل در کابل می باشد که سنا در غیاب نامزدش با وی خوشگذرانی می کند. فیصل همیشه در امریکا بوده و در افغانستان زود نمی آید. سنا فیصل نیز از همین خلاص سوء استفاده نموده و در غیاب نامزدش شخص دیگری را با خود همراه ساخته است تا در افغانستان نیز احساس تنهایی نکند و هر نیازی که داشته باشد رفع شود. اما سنا فیصل با وجود داشتن بهترین شوهر، شهرت و عزت، چرا دست به خیانت زد؟ بیایید به گذشته سنا فیصل برگردیم تا وی را بهتر بشناسیم که چی سرگذشت های عجیب و غریبی داشته است. بانو سنا در پشاور پاکستان در خانواده نسبتاً آزاد به دنیا آمد. او بعد از اتمام مکتب و تحصیل در رشته دندان پزشکی پرداخته بود. هرچند خانواده وی خیلی هم سکولار نبوده و یک خانواده نسبتاً محترمی می باشد، اما خبرها حاکی از آن است که سنا فیصل در پاکستان نیز از سن خیلی کم به بعضی کارهای غیر اخلاقی مشغول بود.
حقایق پشت پرده و تکان دهنده درباره سنا فیصل که از زبان همسایه قدیمی آنها که در یک آپارتمان با هم زندگی می‌کردند را برای شما بازگو می‌کنیم. سنا فیصل در پاکستان در خیبر پلازا زندگی می‌کرد. وی در آن زمان در پشاور ابتدا چندین دوست پسر داشت که نسبت زیبایی خاص خودش توانسته بود دل هر کدام را به نحوی جذب نماید. بانو سنا محصل رشته طب دندان بود و در دانشگاه وی توانسته بود در سن بسیار کم با چندین پسر پولدار رابطه عاشقانه داشته باشد. ولی این روابط عشق و عاشقی دروغین او با چند پسر پولدار دوامی نیاورد. او بر سر این موضوعات گیر آمد و در دانشگاه بدنام شد. بعدن دانشگاه را به همین دلیل رها نمود. بعدن در یک کلینیک دندان آغاز به کار کرد و در آنجا نیز با یک دکتر ارتباط برقرار نمود. زمانی که پدرش از کارهای وی آگاه شد، راه دیگری برایش نماند و مجبور به ترک پشاور شدند. سنا فیصل با خانواده‌اش 2 یا 3 سال پیش از پشاور آمده و اکنون در شهر کابل زندگی می کند. در طی این مدت او دختری بود که آرام ننشسته و در سوشل میدیا برایش زندگی غیر قابل پیشبینی ساخت. او با پست کردن عکس‌هایش توانست ابتدا در صفحه فیسبوک علاقه‌مندان زیادی پیدا کند و از این طریق توانست با فیصل آشنا شود. فیصل جوان افغان که مقیم کشور آمریکا می باشد یکی از سرمایه‌دارترین افغان‌ها در آنجاست. او به دلیل زیبایی و جذابیت از سنا خوشش آمده و به او درخواست دوستی داد که هر دو بعد از چندین مدت روابط عاشقانه با هم نامزد شدند. گفته شده سنا فیصل فقط و فقط به خاطر پول با فیصل نامزد شد و هیچ گونه رابطه احساسی بین آنان وجود ندارد. طبق گفته همسایه آنها، سنا دختری است که بیشتر از همه چیز به پول اهمیت می‌دهد. سنا فیصل را نسبت پولدار بودنش ترجیح داده است. فیصل شخصی است که فقط برای یک محفل کوچک سالگرد همسرش 1,000,000 افغانی هم مصرف می کند و تمام مناسبت های زندگی نامزدش را همین گونه با مصارف گزاف تجلیل کرده و برایش تحفه های قیمتی گرفته است. همچنین فیصل نه تنها زندگی وی را رویایی ساخته بود، بلکه در کسب شهرک سنا نیز نقش فوق‌العاده داشت. سنا سپس در صفحه مجازی تیک تاک ویدیویی از محفل نامزدیش گذاشت که خلاف تصورش این ویدیو بیشتر از 1,000,000 بازدید کننده داشت و این ویدیو آغاز کار او در تیک تاک شد. اما نکته جالب این است که سنا و فیصل پیش از نامزد شدن نیز چندین دوست پسر داشت، چون در شب نامزدیش قوقا برپا شده بود. خبرها حاکی از آن است که در محفل نامزدی وی چندین دوست پسرش نیز حضور داشتند که در جریان مراسم با داماد درگیر شدند. فیصل از گذشته سنا با خبر بود، اما از آن گذشته و آن را نادیده گرفته بود، به شرط اینکه سنا فیصل دیگر آن اعمال قدیمی را تکرار نکند. اما متاسفانه که اینطور نشد و این دو زوج رویایی با پخش ویدیوی غیر اخلاقی سنا قرار است از هم جدا شوند که امیدواریم این اتفاق نیفتد. دوستان عزیز، نظریات شما در این باره برای ما مهم است. لطفاً نظریاتتان را در قسمت کامنت با ما شریک نمایید و برای حمایت از ما و دیدن ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و علامت زنگ را نیز فعال نمایید تا به محض آپلود شدن ویدیوی جدید مطلع شوید. تا ویدیوی بعدی، وقتتان خوش.